تو این ویدیو از لیگ برتر میگم و البته تیم ملی فوتبال کشورمون و رقابت‌های جام ملت‌ها. پس منو تا انتهای ویدیو همراهی بفرمایید. معین عباسیان همین ابتدا به ساکن بگم که به تیم فوتبال پیکان تهران پیوست، سامان قدوسی مصاحبه‌ای کرده و گفته که قهرمانی در جام ملت‌های آسیا بزرگترین افتخار دوران فوتبالم خواهد بود. من نمی‌خوام خودم رو قهرمان ببینم، من فقط یه فوتبالیستم، اما دوست دارم وقتی مردم ایران به فوتبال فکر می‌کنن، منو یکی از بازیکن‌های قهرمان جام ملت‌های آسیا بدونن. قلعه‌نویی نگاه بازیکنان به فوتبال رو تغییر داده. ما همه حریفامون رو در این دوره از جام ملت‌های آسیا بسیار جدی می‌گیریم. هنگ کنگ هم تیم قدرتمندیه و در انتخابی جام جهانی کار رو برای ما سخت کرد. تیم ملی فوتبال کشورمون هم با فلسطین و هنگ کنگ و امارات هم گروه در گروه C رقابت‌های جام ملت‌ها. خب جام ملت‌های گذشته توی کشور امارات جام ملت‌های خوبی بود انصافاً، ولی الان خب قطری‌ها با توجه به اینکه میزبانی جام جهانی رو بر عهده داشتن، طبیعتاً شاید انتظارات ازشون زیادتره و وقتی شما اون فستیوال به اون بزرگی رو برگزار کردی، الان دیگه جام ملت‌ها واسه قطر یه مهمونی کوچیکی دور همی شاید به حساب بیادش. باید یه کم دیگه بگذره ببینیم که حالا هوای میزبانیشون به چه شکل خواهد بود. فعلا که در روز دوم فکر کنم هم به خبرنگارا هم به شما هم و کسانی که اینجا هستن خوش گذشته و ان شاءالله که تا پایان مسابقات هم همین روند ادامه داشته باشه و به همه خوش بگذره. تکلیف و حضور وینفرد شفر خیلیاتون گفته بودید که چجوری شد، حالا بعد از اون مصاحبه و جنجالی سیاسی که کرده بود و من شد حضورش در کشورمون. پیگیری آکی از اینه که مدیر عامل باشگاه صنعت نفت امروز به تهران سفر کرده تا از آخرین شرایط حضور وینفرد شفر در ایران از وزارت ورزش و جوانان و همینطور فدراسیون فوتبال استعلام بگیره. احتمالاً هم میگن امشب یا فردا شب دیگه تکلیف حضور یا عدم حضور شفر که سرمربی سابق استقلال هم هست مشخص خواهد شد. تمرینشون هم آبادانیا از همین امروز شروع کردن. نمایی از محل برگزاری نشست خبری قبل از دیدار ایران برابر فلسطین رو شما در تصویر مشاهده میکنید. استوری علیرضا به ایرانوند در آستانه اولین بازی تیم ملی در جام ملت‌های آسیا که با دستخط خودشون هم هست دیگه، تا پای جان برای ایران. و حالا میرسیم بهش که شهردار تهران هم چه کاری انجام داده. مهدی شریفی بازیکنی که تو سپاهان یه پدیده عجیب و غریبی بود، رفت پرسپولیس و اونطور که باید ویژگی‌هاش رو نشون نداد به فجر سپاسی پیوست. حضور بازیکن‌های تیم ملی فوتبال ایران در ورزشگاه ادویکیشن سیتی و آشنایی با زمین بازی فردا برابر فلسطین. ما این بازی یعنی بازی فلسطینمون در ادویکیشن سیتی و همچنین بازی اماراتمون و خب خیلی مهمه این ورزشگاه برای ما. ایران هم مقابل فلسطین سین سفید میپوشه. بچا ترکیب رو هم اگه دوست داشتید خودتون حدس بزنید که در مقابل فلسطین امیرقلعه‌نویی 11 تاش کدوماست، 11 تا اصلیش. حالا خواستین نتیجه رو هم پیش بینی بکنید. حضور امیرقلعه‌نویی و کریم انصاری فرد در محل کنفرانس خبری قبل از دیدار ایران و فلسطین که شلوغ هم بود دیگه، رسانه‌های مختلف حضور داشتن تا ببینن که امیرقلعه‌نویی چه صحبتایی رو مطرح میکنه. و حالا نکاتشو میگم بعد دیگه بریم با خود امیرخان، صدا امیرخان بشنویم. از سردار آزمون تعریف کرد، از علیرضا به ایرانوند تعریف کرد، اینکه گلر خوب از نون شب واجب‌تر و از پدر و مادر مهمتر صحبت کرد و اینکه هر بازی رو جدی می‌گیریم. آقای امیرقلعه‌نویی این شما و صحبتتون با مخاطبای کانال ایمان اسپورت. اولین بازی تیم ملی در مقابل فلسطین چجوری ارزیابی می‌کنید؟ سه تا تیم آسیایی به مرحله بعد رفتن اگه حضور زنده شد. خب تیم ها خیلی پیشرفت کردن، چند نظر فنی چند نظر زیرساختاری خیلی خیلی نسبت به دورهای قبل پیشرفت کرد، ولی خب ما هم کشور ایران هستیم، ما هم نظر نیرو انسانی تیم بسیار قوی هستیم، لژیونرهای خیلی خوبی داریم، بازیکنهای خیلی خوبی تو لیگ داریم و ما هم امیدواریم که بتونیم نماینده شایسته‌ای برای فوتبال کشورمون باشیم. تیم ما هم خیلی تیم منسجمیه، بچه‌ها واقعا چه داخل زمین چه بیرون از زمین واقعا تیم خیلی خوب قوی و منسجم هست. من خدمت شما عرض کنم که اگه قراره یه تیمی یه مقامی به دست بیاره، چه تیم ستادیش، تیم بیرونیش، چه تیم داخلیش، چه بازیکن‌ها، همه باید توی یه شرایط خوبی باشن. شما نمیتونی یه قهرمانی به دست بیاری فقط با یه دروازه‌بان یا با یه خط هافک باید، پس باید یه تیم منسجم و خوب باشه که دروازه‌بان هم جزی از این تیم جزیه که نقش به سزایی داره. این در رابطه با سوال اولتون که خوشبختانه ما الان سه تا دروازه‌بان داریم که همش تو شرایط بسیار خوبی هستن،
علاوه بر آقای بیرانوند اون دو تا بازیکنمون هم تو شرایط بسیار خوبی است. در رابطه با آقای آزمون خوب خوشبختانه لژیونرا خصوصا سردار همین 3-4 شب پیش بازی کرده، هم تو شرایط خوبی هم تو شرایط مسابقه است. ما خوشبختانه یه تیم داریم که چه دروازه‌بان، چه بازیکنهای اصلی، چه بازیکنهایی که قرار جایگزین، چون شما میدونید تیمی میتونه واقعا موفق باشه که نیروهای تعویضیش بتونن تأثیر گذاشن و این تیم، این مسئله در تیم ما هستش. ما در جام جهانی گذشته دیدیم که نقش در بازیکن آرژانتین چقدر مهم بود تو برنامه. حتی در فینال دقیقه 123 که اون تکلیف رو گرفت کنار و بازی قبل خود آقای مارتینز اگه اشتباه نکنم در بازیکن آرژانتین خیلی سهم زیادی تو برنامه داشت. نقش در بازیکن خیلی خیلی میتونه مهم باشه. خیلی محبوب که شما سوال فرمودید، ولی ساختار دفاعی نواختن یک بخش مهمی از فوتباله، ولی بخش مهمتر ذهن من اینه که این فوتبال کشوری من رو دنبال این هستیم به ساختار هجومی، ساختار دفاعی خوب داشته باشیم، مترصد این هستیم که یه فوتبال تهاجمی رو انجام بدیم. خب شما میدونید مردم یه یا طرفدارا یه بازی که یکیش تموم بشه رو تا اینکه مثلا 3-1 تموم شون بازی 3-1 رو خیلی بیشتر میپسندن. یا در همین فینال، در فینال گذشته جام جهانی، خود دوره جام ملت‌های گذشته، بازی پرگل و مردم نگرش ما اینه که بازی هجومی انجام بدیم. در کنارش خب فوتبال الان تبدیل شده به ساختار دفاعی و ساختار حمله. ما تو هر دو بخشش مخصوصا بخش تهاجمی رو بیشتر دوست داریم انجام بدیم که مردم لذت ببرن، ولی خب این تلاش همه بچه هاست که با بازی هجومیشون بهترین دفاع رو انجام میده. خب تو خیلی از بازی هم گل میخوریم، هزینه میدیم، ولی هیچ وقت نگرشمون رو عوض نمیکنیم. در کنار امیر قلعه نوعی کریم انصاری فردم حضور داشت که حالا یکی از بازیکنهای با تجربه ما است و گفت که هم قسم شدیم که بهترین عمل کردمون رو در زمین به نمایش بذاریم. آقای علفی گفتن خب قطعا مساوات برای ما از اهمیت بسزایی برخوردار هستش و ما با تمام توانمون وارد این مسابقات میشیم و بازی با بازی میریم جلو. قطعا فردا برای ما بازی حکم فینال رو داره و خیلی دوست داریم که بهترین عملکردمون رو داخل زمین به نمایش بگذاریم. همدل شدیم، هموطن شدیم همه بازیکنهایی که انشاءالله بهترین عملکردمون رو داخل زمین به نمایش بگذاریم و بتونیم دل مردم عزیز کشورمون رو شاد. سرمربی تیم ملی فوتبال فلسطین گفت که ایران یکی از بهترین تیم‌های آسیا است، اما ژاپن و کره از شانس بیشتری برای قهرمانی برخوردارن. اگر هانی شهید نمی‌شد، حالا هانی کیه؟ هانی یکی از مربیای پایه تیم ملی فوتبال فلسطینه. میتونست عضوی از کادر فنی تیم ما باشه و حالا گفته که با تمام قوا در مقابل ایران قرار می‌گیریم. بازی استرالیا هند، استرالیایی‌ها موفق شدن، یا همون کانگوروها موفق شدن 2-0 از تیم فوتبال هند گذر بکنن. نکته جالب، هند این همه جمعیت داره، یعنی یکی از کشورهای پر جمعیت دنیا در مقابل یکی از کشورهای کم جمعیت دنیا قرار گرفت و میگم چی جوری میشه این همه جمعیت یه 22 تا بازیکن در نمیاد فوتبالیست ازش. آها، اینم دستنوشته‌های بازیکن‌های تیم ملی که حالا در نقاط مختلف تهران هم به نمایش گذاشته شده با نوشتن جمله تا پای جان برای ایران، که حالا اتحاد خودشون رو یه جورایی اومدن نشون دادن و شهردار تهران هم این بنرها رو نصب کرده در پایتخت. بر اساس اعلام اجازه مرایس، تمامی بازیکنان باید در اولین جلسه تمرینی سپاهان حضور داشته باشند. این در حالیه که اردوی خارج از ایران هم در برنامه زردپوشه اسمانی قرار داره. باشگاه سپاهان در تلاشه تا شرایط لازم رو برای برپایی اردوی این تیم در امارات یا قطر فراهم کنه. البته که این موضوع هنوز به صورت قطعی اعلام نشده. نایب رئیس پورتو هم
هم در مورد مهدی طارمی صحبت کرده و گفته که گاهی رسانه‌ها رفتار بدی با مهدی طارمی دارن، اما طارمی همون دی ان ای لازم رو که در یه بازی می‌خوایم داره. با این حال همانند شرایطی که برای اوریبه و هررا به وجود اومد، زمانی پیش میاد که متاسفانه نمیتونیم کاری بکنیم که مشخصه که مهدی طارمی جدا میشه از تیم فوتبال پورتو. یه اتفاق جالب توجه هم افتاد تو تمرین پرسپولیسیا امروز که سید جلال حسینی مربی سرخپوشان در تمرین امروز حاضر نشد. باید ببینیم این موضوع به چه دلیلی بوده و آیا اون قصد داره بعد از قطع همکاری یحیی و گل محمدی از این مجموعه جدا بشه یا تصمیم دیگه ای داره. حالا گفت دیگه یاش برانکو بیاد من میمونم، اگر نیاد دیگه منم جدا میشم. بازی چین و تاجیکستان هم بدون گل مساوی شد. حالا با توجه به اینکه چینیا یه گل زدن و گلم خیلی سالم بود و من حالا میگم متوجه نشدم، آقای خیابانی هم یه حالت تنسی اومد این وسط ها. میخواید ببینیم با هم دیگه ها؟ نه ببینیم. به یه نکته جالب رسیدم، اونم این که احسان پنجشنبه تو ترکیبه. شنبه، روز شنبه، بازیکن استقلال دوشنبه تو ترکیب تیم ملی تاجیکستان. احسان پنجشنبه بازیکن استقلال، دوشنبه امروز شنبه بازی میکنه. جدول حل شد. جدول رو درست کردی. اسمار لوس فیرا با توجه به جدایی یحیی و گل محمدی، هدایت فنی و تمرینات سرخپوشان ایران رو بر عهده داره. اون قبل از اینکه شروع بشه تمرین با رضا درویش دیداری کرده، گفتگویی داشته و مدیر عامل باشگاه هم از مربی تیم خواسته فعالیت خودشو با اختیاراتی که به اون اعطا شده دنبال بکنه. اقدام جالب شهاب زاهدی در پایان تمرین رو می‌بینید که حالا واساده عکس گرفته و اونها هم اعلام کردن که گوشی به همراه ندارن تا این بازیکن با گوشی خودش با اونا سلفی بگیره و وعده بده در صفحه شخصیش منتشر بکنه، که اینم نکته جالبی بود. او راستی امیرحسین پیروانی هم جدا شد از استقلال خوزستان. علی اصغر صادقی هافک مصر به پیکان رفت. نبیل باویی هم که خیلی شایعات جداییش از تیم فوتبال پرسپولیس مطرح شده بود، در اولین جلسه تمرینی سرما رو گنده حضور داشت و با دیگر بازیکن‌ها تمرین کرد. دو برنامه استقلال برای خلاصی از بدهی سانتا کلارا چجوریه؟ حالا محمد موهبی و سانتا کلارا بعد از تعلل در پرداخت مطالبات باشگاه سانتا کلارا برای انتقال قرضه محمد موهبی و از دست رفتن فرصت دائمی کردن قرارداد این بازیکن، باشگاه پرتغالی به دلیل ارائه فیش جعلی از طرف ایرانی خود شکایت کرده. حالا به همین دلیل هم بوده که فیفا استقلال رو به پرداخت جریمه محکوم کرد. با این حال باشگاه استقلال الان و در دور جدید مذاکرات با سانتا کلارا به دنبال حل و فصل این ماجرا است. بر اساس پیگیری‌ها مشخص شد با توجه به اینکه سانتا کلارا هنوز شکایتی رو برای اعمال حکم انضباطی مطرح نکرده، مدیر استقلال در حال مذاکره با این باشگاه تا این مسئله رو به صورت توافقی حل بکنن و امیدوارم که حالا اتفاقات بعدی واسه تیم فوتبال استقلال نیفته. یکی از مدیر استقلال هم گفته که حالا با توجه به اینکه منم صحبت کردم پنجره نقل و انتقالاتی هم پرسپولیس هم استقلال بسته شده، گفتن که نه همچین چیزی نیست و حالا قراره اون پرونده عزیز بگ آمانوف رو هم به کسب ببرن تا اونجا مراجع قضایی تصمیم نهایی رو بگیرن. رفیقتون، بهتر بگم رفیق اصغر و تراکتوری، آقای رومل کیوتو مهاجم تیم هندوراس با قرارداد 1.5 ساله به تراکتور پیوست، امیدوارم مثل لوکادیا و مامتیان بشه. تصاویری از تمرین امروز پرسپولیسیا رو شما در تصویر مشاهده میکنید که حالا یحیی گل محمدی هم حضور نداره. میگم دیگه اینم توقف تاجیکستان در اولین تجربه حضور تو جام ملت‌ها بود. این اولین تساوی این رقابت‌هایی که جام ملت‌های سال 2023 که در سال 2024 به خاطر موضوعات کرونا این اتفاق افتاده. انقدر نگید آی سوتی AFC بوده که رو بیلبورد سده 2023، نه داخل اونا هم یه سری اطلاعات دارن. آها اینم خیلی جالبه، در بین شبکه‌هایی که حق پخش مسابقات جام ملت‌های آسیا رو خریداری کردن، هیچ اثری از شبکه‌های صدا و سیما دیده نمیشه که حالا گفتم اینم شما رو در چند و چون این اتفاقات قرار بدم. سردار آزمون هم در تمرین امروز تیم ملی فوتبال ایران بدون مشکل حضور داشت تا ترکیب ایران کامل بشه. و یه بار دیگه هم میگم 11 تا اصلی امیر قلعه نویی رو حالا من تو کانال ایمان اسپورت یک پیش بینی کردم، شما هم بیاید بنویسید که چه اتفاقاتی از تشویق خبرنگاران و تشکر از اونا توسط بازیکنای تیم ملی که حالا من چه خودم خبرنگاری کردم و دوست دارم اصلا این حرفه رو، خیلی جالبه دیگه، جذابم هست. بخشی از شروع آخرین تمرینات تیم ملی رو شما در تصویر مشاهده میکنید. حلقه بازیکن‌ها و اعضای کادر فنی قبل از آغاز تمرین امروز که کار سختی در مقابل فلسطین نه، کار سخت تو رقابت‌های جام ملت‌ها چون یه سری از مردم باهاشونن، یه سری‌ها نیستن. و سلام خدمت مردم عزیز کشورم،
انشالله که فردا بتونیم دل همه مردم عزیزمون رو شاد کنیم. فردا منتظر دعای خیرتون هستیم. قطعا هممون ایرانی هستیم و تمام تلاشمون رو میکنیم که اسم کشورمون تو بالاترین نقطه از جایگاه آسیا قرار بگیره. خیلی ممنون از حمایتتون. امیدوارم که همه چیز ختمه به خیرم بشه. این از بسته فضای مجازی. امیدوارم از این ویدیو لذت کافی رو برده باشید. لایک و سابسکرایب خیلی به من کمک میکنه، پس دریغ نفرمایید. دمتون گرم. فعلاً.